مردم خبری های عزیز و گرانقدر، سلام، خوش اومدید به استدیو پارسا در چهاردهمین روز از ماه خرداد و 30 سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی که این روز رو خدمت همه شما تسلیت میگیم و گرامی میداریم این روز بزرگ رو. برای اولین عکس خبریمون میریم 30 سال قبل در همچنین روزی مردم وفادار ایران رو در تصاویر میبینید که در مراسم تشییع پیکر مقتدای مسلمانان جهان در تهران حاضر شدند و این تصاویر رو که تصاویر میلیونی بود رو به رخ کشیدن به رخ جهانیان. بله. بریم سراغ عکس بعدیمون. دیروز همزمان با 30 سالگرد ارتحال امام خمینی در کنیسه کلیمیان تهران این روز بزرگ داشته شد و عکس هایی که از این مراسم مخابره شد رو من برای شما انتخاب کردم. بله، کنیسه کلیمیان تهران و مراسم بزرگ داشته 14 خرداد. و بریم سراغ عکس های بعدیمون، بریم عراق و محفل انس با قرآن. این بار از عراق براتون آوردم. هر روز در عکس و مکس یک محفل انس با قرآن رو خدمت شما تقدیم کردم. انشاءالله که با دیدن همین عکس ها هم یک بهره ای برده باشیم از این محفل انس با قرآن. بریم سراغ عکس های بعدی که نشان از ترافیک سنگین و شلوغ در خروجی های تهران میده و همونطور که در تصاویر میبینید از وزارت راه این عکس ها مخابره شده، نشان از ترافیک بسیار سنگین در جاده های روبه شمال و همچنین قزوین داره که خدمت شما آوردم که انشاءالله در جریان باشید از شلوغی های جاده های کشور. خب، دیروز روز جهانی دوچرخه سواری بود و در پارک لاله هم بسیاری از دوچرخه سواران و کسانی که علاقه به این وسیله خوب دارن، وسیله پاک در واقع، وسیله پاک حمل و نقل حضور پیدا کردن همراه با مسئولین و رکاب زدن. انشاءالله که این فرهنگ دوچرخه سواری نه تنها در تهران، در همه کشورمون مثل به هر حال شهرهای اروپایی نهادینه بشه. این هم تصاویری از روز جهانی دوچرخه در پارک لاله تهران. بریم سراغ عکس‌های بعدیمون، بریم سیسیل ایتالیا و عکس‌هایی که از آتش فشان اتنا از این قسمت از خاک ایتالیا مخابره شده و نشان از فعالیت مجدد این آتش فشان داره و خلاصه عکس‌های زیباست ولی وحشت انگیز از یک فوران آتش فشانی. خب، همونطور تو ایتالیا هستیم، این عکس بعدی هم مربوط به همون جاست که برخورد یک قایق کوچک با کشتی کروز باعث شده که 4 نفر زخمی بشن و این هم از صدمه‌ای که کشتی کروز به اون قایق کوچک زده و 4 نفری که مصدوم شده بودن خدا رو شکر تلفات جانی نداشته. خب، بریم پاکستان و خبری و عکسی که و یک کفاشی که در پاکستان در فضای مجازی این کشور خبرساز شده بود و حواشی زیادی داشت. خبر اون بوده که یک کفاش عکسهایی رو از ساخت یک صندل با پوست مار به اشتراک گذاشته بود که خبر داده بود که برای عمران خان نخست وزیر این کشور در حال ساخت یک جفت صندل هست که در عید فطرشون بپوشه و اما دوستداران محیط زیست رفتن و کفاش رو پیدا کردند و خلاصه اعتراضی که هم مردم و هم دوستداران محیط زیست به این کفاش داشتن که چرا با پوست مار داره صندل درست میکنه و خلاصه هم صندل رو ضبطش کردند و هم کفاش دستگیر شده. این هم از خبری که در فضای مجازی داشتیم و اهمیتی که این روزها فضای مجازی به خودش اختصاص داده. بریم سراغ عکس بعدیمون، ببرمتون رودخانه بالکان در روسیه و یخ زدگی در این منطقه از روسیه رو میبینید که چه تصاویر زیبایی رو به نمایش گذاشته. بله، این هم دریاچه بالکان و یخ زدگی در این دریاچه زیبا. خب، یک تصویر بردم، زیاد کپشن نیاز نداره، فقط میتونیم بگیم صبر و حوصله خدا به روایت تصویر. یک کاکتوس رو در تصویر میبینید و هیچ چیزی در مورد اون بجز زیبایی پروردگار، خلاصه دست خلقت، نمیتونیم از اون حرفی بزنیم.
و یک عکس زیبا رو تقدیم نگاه شما عزیزان میکنم. خلاصه نوشته بود که فکر میکنید این کارا رو کی با این بچه کرده؟ حتما که میگم بچه رو با پدر تنها نذارید، این کارا رو باباش باهاش انجام داده. این هم عکسی که به حال حالی به شما عزیزان داده باشم. و تصویر آخر که تقدیم شما میکنم یک نوع دیالوگ با کسانی که جلوی پارکینگ به این زیبایی خلاصه از هموطنانشون درخواست میکنن که این ساعتها میتونید پارک کنید. چه اشکالی داره؟ خیلی مهربانانه در مقابل پارکینگمون از این کلمات و این عبارات استفاده کنید. ممنون که تا این ساعت روز با ما با مردم خبر همراه هستید. تا درودی دیگر، بدرود.